خسرو حیدری حرکت میکنه، از خط نیمه هم عبور میکنه، روبروش خالد شفیعی است برای سیاوش اکبرپور، خروج محمد صالح، خلیل آزاد و پنالتی اعلام میشه توسط آیه سعید مظفری زاده. صحنه رو بعد با هم ببینیم یک بار دیگه. اصلا لزومی نداشته محمد صالح خلیل آزاد تا به اونجا بیرون بیاد از دروازش. یک بار دیگه با هم ببینیم، این سیاوش اکبرپور هست، محمد صالح خلیل آزاد، و آیا این پنالتی بود یا خیر، باید متخصصین امر تصمیم گیری کنند. یک بار دیگه با هم ببینیم، هر شک پنالتی رو باید بزنند بازیکنان تیم استقلال. محمد صالح خلیل آزاد هم باید بره در دروازه‌اش قرار بگیره. صالح خلیل آزاد فوق العاده پنالتی گیر هم هست و جواد نکونام که او هم در پنالتی زدن تبحر خاص داره در اوساسونا که تمام پنالتی‌ها رو او میزد، در تیم ملی هم همچنین. ببینیم جواد نکونام موفق خواهد بود یا یه دروازه‌بان پنالتی گیر به نام محمد صالح خلیل آزاد. همه ایستاده صحنه رو تماشا می‌کنن، صالح خلیل آزاد، جواد نکونام، آیه سعید مظفری زاده اجازه میده که نکونام ضربه‌اش رو بزنه، خود نکونام با پای راست ضربه‌اش رو میزنه و توی دروازه، توی دروازه، گل برای استقلال تهران. زننده گل جواد نکونام. صالح خلیل آزاد پرش خودش رو به خوبی انجام داد، اما جواد نکونام پنالتی زن قهاری هست و با پای راست این بار دروازه فجر رو باز میکنه. آیه یاوری تذکرات لازم رو به فجرها میده. یه پنالتی که به راحتی فجرها به استقلالی ها دادند و گلی که به این شکل به ثمر میشه. نوک انگشتای صالح خلیل آزاد هم به نوعی نزدیک شد به توپ. آیه یاوری با جووناش بد کار نکرد در نیمه اول، هرچند که نیمه رو واگذار کرد با همون تک گل. حمودی، سیاوش اکبرپور بهش نزدیک هست، همچنین خسرو حیدری ترجیح میده با مشتبه جباری کار کنه، حسین کاظمی و جوکار که توپ رو دور میکنن، باز هم استقلالی ها، خسرو حیدری، علی حمودی و جواد نکونام. یه تعویض هم استقلالی ها انجام دادن در شروع نیمه دوم، آوردن این بازیکن جیلود ساموئل هست به جای عباس محمد رضایی تا اولین تعویض خودش رو قلعه‌نویی انجام داده باشه. در اون محوطه جریمه ضربه حاتمی و توی دروازه، توی دروازه، گل برای استقلال تهران. زننده گل فرزاد حاتمی. اشتباه مدافعین تیم فجر و عدم تجربه کافی و لازم و دروازه‌ای که برای دومی مرتبه باز میشه. فجر از موقعیت خودشون نمیتونن استفاده کنن، استقلالی ها از تک موقعیت های خودشون به گل میرسند. یک بار دیگه با هم ببینیم، جیلو ساموئل، فرزاد حاتمی چرخش 180 درجه ای خودش رو انجام داد و ضربه ای که شگرد داره فرزاد حاتمی. یه جورایی یاد وحید شمسایی افتادیم که تو فوتسال اینجوری گل میزد. قزل، امید خلیلی، علیرضا جلیلی، اشتباه جلیلی، موقعیت برای استقلالی هاست، سیاوش اکبرپور، فرزاد حاتمی و مشتبه جباری هست، جباری، اکبرپور، ضربه اکبرپور و توی دروازه، توی دروازه. سومین گل استقلال رو سیاوش اکبرپور میزنه. اشتباه مدافعین فجر سومین گل رو هدیه میکنه به استقلال تهران. استقلال 3 فجر 0. یک بار دیگه با هم ببینیم حرکت بازیکن استقلال، فرزاد حاتمی، مشتبه جباری و سیاوش اکبرپور که با پرشی که انجام داد دروازه صالح خلیل آزاد رو برای سومین مرتبه باز کرد. در این مسابقه
زور فجر به استقلال نرسید. اسماعیلی، حسینی، جابر انصاری، حسینی، جابر، یک دو با حسینی، بین راه هاشم بیگزاده توپ رو میگیره، مشتبه جباری باز هم راه میندازه مهاجمین استقلال و باز هم تک به تک و باز هم گل برای استقلال. زنده گل فرزاد حاتمی. استقلال تهران 4 فجر 0. یک همه کاره بوده در خط میانی مشتبه جباری برای تیم استقلال، روی 3 گل مؤثر بوده. توپی که رسید به فرزاد حاتمی در شرایط تک به تک، ببینید مشتبه جباری که چه پاسی داد به حاتمی و توپی که رحمتی بازوبند کاپیتانی هم به روی بازوی اوست بعد از خروج شدن مشتبه جباری و گل پنجم استقلال به همین راحتی به دست میاد. آرش برهانی گلزنی میکنه برای استقلال تا استقلالی ها جشنواره گل به راه بیاندازند در حافظیه شیراز. دو گل از حاتمی، یک گل از نکونام، یک گل از سیاوش اکبرپور و یک گل هم از آرش برهانی. نتیجه‌ای که شاید خوشبین ترین طرفدار استقلال هم فکرش رو نمی کرد. باز هم ببینیم حرکت برهانی، عبور از محمد صالح خلیل آزاد و باز هم حضور یه تماشاچی در زمین ورزشگاه حافظیه. همه منتظر هستن تا این مشکل برطرف بشه و برگردیم به مسابقه.